رفورماسیون در اروپا از طریق ایجاد دو خانش دینی به جای یک خانش دینی شرایط زندگی عرفی رو رشد داد، یعنی شرایط بورژوایی شدن مناسبات رو تقویت کرد، زمینه اون رو به وجود آورد. بعدن با رشد عرف هر کدوم از دو خانش دینی به ده ها خانش دینی تقسیم شدن، منشعب شدن. یعنی عرف در حقیقت در شرع دائما ایجاد انشعاب کرد و یک شرایط به جای اون وحدت طلبی، اون مونتاریسم قبلی، یک پلورالیسم مذهبی به وجود آورد توی جامعه. توی ایران چون رفرم نشد در اسلام، مردم خودشون شروع کردن در زندگی عملیشون در اون رفرم به وجود بیارن، یعنی و این دلیل استعداد مردم ایران، تیزهوشی مردم ایران بود. البته شرایط جهانی هم خب مساعد بود. خود رفرماسیون در مسیحیت و بورژوایی شدن مناسبات اجتماعی به علت استعدادی که مردم ایران در جذب این مناسبات داشتن خیلی کمک کرد که مردم خودشون مذهب رو عرفی بکنن. شرایط عرفی شدن مذهب یعنی تعدد خانش و برداشت از چیزهای مذهبی رو زمینش رو به وجود بیارن. در دوران آیت الله بروجردی همون جور که شاهد بودیم اسلام عرفی خیلی رشد کرد و اسلام آیت الله بروجردی و آیت الله شریعت مداری به نیازهای بورژوایی و عرفی جامعه ایران پاسخ میداد و آیت الله خمینی هم در حقیقت به این روند عرفی شدن و بورژوایی شدن و به این روند لیبرالیزه شدن مذهب تو جامعه ایران واکنش نشون داد و این شرایطی رو که شاهد اون بودیم به وجود آورد.